کشورهای غربی که روسیه را به انزوا تهدید می‌کنند به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران بین اوکراین و روسیه ادامه می‌دهند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا که به اوکراین سفر کرده است گفت که این بحران بزرگترین بحران اروپا در قرن 21 است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه بعد از ظهر در بروکسل نشست اضطراری برگزار می‌کنند. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد هنگام رسیدن به بروکسل گفت هیچ کس این حق را ندارد که به بهانه و ادعای حفاظت از شهروندان خود به کشورهای دیگر حمله کند. در تاریخ اروپا چندین بار رژیم‌های ظالم از چنین نظریه‌های خاص استفاده کردند. به همین دلیل هم از زمان جنگ سرد تا به حال یکی از اساس صلح اروپا و نظم و امنیت در اروپا رد چنین نظریه‌ای بوده است. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در 25مین نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخنرانی می‌کرد، روز دوشنبه گفت که باید تمام تعهدات امضا شده در توافقنامه 21 فوریه بین مخالفان و دولت پیشین اوکراین اجرا شود، از جمله انجام اصلاحات در قانون اساسی با مشارکت همه مناطق اوکراین و همچنین برگزاری همه‌پرسی для последующего одобрения на общенациональном референдуме. در حالی که تمام نقاط استراتژیک شبه جزیره کریم به کنترل نیروهای روسیه درآمده است، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواستار پیدا کردن راه حلی مسالمت‌آمیز شد.